معلومات افاقی درباره تربوز. با این مقدمه خوب است که در مورد مزیت‌های این میوه خوشمزه و شیرین بیشتر بدانیم. جالب است که بدانید تولزادگاه اصلی تربوز هندوستان است و آن هندوانه یعنی میوه هند می‌گویند که در افغانستان و تاجیکستان به نام تربوز یاد می‌شود. تربوز چون به یخبندان حساس است، برای رشد به روزهای گرم آفتابی نیاز دارد. قسمت های مورد استفاده این میوه شامل گوشت، تخم و پوست آن است. تربوز به صورت خام و مربا خورده می شود و تخم آن را خام یا بو داده به عنوان آجیل مصرف می کنند. از خواص تربوز باید گفت که سرشار از ویتامین های A و C است. یعنی یک معجزه عالی برای پوست محسوب می شود. همچنین به خاطر داشتن آمینو اسید موجب تسریع روند ترمیم زخم و آسیب‌های پوستی می شود. برای آشنایی بیشتر با این میوه در ادامه همراهمان باشید. خواص ویتامین های تربوز. تربوز دارای ماده به نام لیکوپن است که به جلوگیری از بیماری های قلبی و سرطان کمک می کند. آب فراوان تربوز به همراه فیبر باعث می شود تا پوست حدود 40% کمتر اشعه های یووی را جذب کند. در نتیجه برای مدت طولانی تری شفاف و درخشان می ماند. مصرف مداوم تربوز از ساخته شدن سنگ کلیه پیشگیری می کند. همچنین آب آن به همراه سنگ جبین دفع کننده سنگ کلیه و درمان یرقان است. تربوز منبع بسیار خوبی از ویتامین های B6، تیامین، پتاسیم، B1 و مگنیزیم است. نسبت به میوه ها و سبزیجات دیگر دارای مقدار بیشتر بتاکاروتین نیز است. پوست سفید داخل تربوز برای زخم گلو و دهان بسیار مؤثر است. برای برطرف کردن تب و اختلال بدن می توانید تربوز را با شیر خشک بخورید. همچنین برای رفع خارش بدن هم می توانید تربوز را با تنبر هندی میل کنید. تربوز ادرارآور و زیاد کننده عرق است. لذا یک پاک کننده طبیعی سموم بدن به شمار می آید. همچنین به پایین آوردن فشار خون کمک می کند. مغز تخمه تربوز کرم های معده و روده را از بین می برد. تخم تربوز برای معالجه کمبودهای فکری و تقویت ذهنی در کودکان و نوجوانان مؤثر است. تربوز برای ورم مثانه، تقویت معده و کلیه، حفظ رطوبت پوست و از بین بردن کرمهای روده مفید است. مصرف آب تربوز به دلیل وجود ماده سیترولین در ترکیب خود می تواند به کاهش دردهای عضلاتی، عضلسازی و نیز جلوگیری از بالا رفتن ضربان قلب کمک کند. از تربوز می توانید به عنوان یک ماده کمکی در رژیم غذایی لاغری خود استفاده کنید و به آسانی وزن کم کنید. نکات لازم برای خرید تربوز سرخ و شیرین. در ادامه ما چند نکته ساده اما کاربردی برای این انتخاب تربوز آبدار و شیرین را برایتان یادآور می شویم. امیدوار است مورد توجهتان قرار بگیره. لکه های روی پوست تربوز. اگر در بخش انتهای تربوز لکه های زرد یا زرد متمایل به نارنجی وجود داشته باشد، یعنی آن میوه کاملا رسیده و آبدار است و داخلش صورتی یا سفید نیست. گریه های روی پوست تربوز. گریه ها یا بافت قهوه‌ای رنگی که روی پوست تربوز وجود دارد نشانه خراب بودن آن نیست، بلکه دقیقا برعکس، نشان شیرین بودن میوه است. این گریه ها یعنی این که زنبور ها چندین بار گرده های گل های میوه‌ای را لمس کردند و هرچی این گریه ها بیشتر باشند تربوز شیرین تر خواهد بود. نر یا ماده بودن تربوز. شاید تا کنون نمی دانستید که تربوز هم نر و ماده دارد. آنهایی که نر هستند بزرگتر بوده و بیضه‌ای شکل و کاملا آبدار هستند. تربوزهای ماده گرد و شیرین هستند. اندازه تربوز. همیشه بهتر است تربوزهای بزرگ را انتخاب کنید. همچنین توجه داشته باشید که وزن میوه سنگین تر از آنچه به نظر می رسد باشد. دم هندوانه، دم تربوز.
اگر دوم تربوز خشک بود یعنی میوه به طور کامل رسیده است، اما اگر این دنبال سبز بود یعنی میوه زودتر از موعد چیده شده و هنوز به طور کامل نرسیده است.